واحد دو، سفر هر سال هزاران نفر به کانادا مهاجرت می کنند. با آری و سارا آشنا شوید. آنها به زودی آزم کانادا خواهند شد، جایی که در آن استقرار مجدد می آبند. از آنها پرسیده شد که فکر می کنند این جا به جایی چگونه زندگی آنان را تغییر خواهد داد. هر کدام ترسها و امیدهای خود را در رابطه با زندگیشان در کانادا ابراز کردند. آری 24 ساله است. او پیش از آن که بتواند تحصیلات خود را تمام کند، از کشور خود فرار کرد. در سه سال اخیر، او به تنهایی به عنوان یک پناهنده در خارج از کشور خود زندگی می کرده است. زمانی که برای استقرار مجدد در کانادا پذیرفته شد، فهرست زیر را تهیه کرد. امیدهای او عبارتند از بهتر کردن زبان انگلیسی یا فرانسه خود، زندگی در کشوری سالم و امن، و ادامه تحصیلات و پیدا کردن شغلی برای تأمین خود. ترس های او عبارتند از تنها بودن در کانادا. مواجه شدن با زمستان های سرد و طولانی و اینکه تحصیلات قبلی او در کانادا به رسمیت شناخته نشده و مجبور به شروع از اول شود. سارا چهل و پنج ساله است. شریک زندگی او فوت کرد. او پانزده سال گذشته را در یک اردوگاه پناهندگان زندگی می کرده است و هیچ تحصیلات رسمی ندارد. او با دو فرزند خود به کانادا می رود. سارا هم ترسها و امیدهایی درباره زندگی جدید خود در کانادا دارد. وقتی که او برای استقرار مجدد در کانادا پذیرفته شد، فهرست زیر را تهیه کرد. امیدهای او عبارتند از داشتن آینده بهتر برای خود و فرزندانش. زندگی در جایی آرام و پذیرفته شدن در جامعه جدید و دوست پیدا کردن ترسهای او عبارتند از داشتن مشکل در برقراری ارتباط به زبان انگلیسی و فرانسه، بسیار دور بودن از کشور و خیشاوندان خود و بزرگ کردن فرزندان خود در یک فرهنگ جدید. داشتن احساسات دوگانه درباره مهاجرت به کانادا کاملا عادی است. صرف نظر از اینکه برنامه استقرار مجدد آنها از چه نوعی باشد، کلیه ساکنین دائمی که به عنوان پناهنده در کانادا استقرار مجدد پیدا می کنند، به خدمات رایگان، حضوری یا آنلاین جهت آمادگی برای زندگی در کانادا پیش از ورود به این کشور دسترسی خواهند داشت. امیدها و ترسهای شما درباره رفتن به کانادا کدامند؟